بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی در هر کجای عالم که تشریف دارید، به خصوص در ایران. عنوان بحث امروز من وارونه نمایی و مغالطه های رهبری، نقد اجمالی سخنان 14 خرداد 1401 خامنه است. ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار فاجعه متروپول آبادان، فرو ریختن این ساختمان نوساز به دلیل فساد نهادینه اداری و رانتخاری مسئولان ارشد جمهوری اسلامی نماد سست بنیادی اصل نظام است. جمهوری اسلامی متروپول فساد و فریب است که دیر و زود شاهد آوار شدن آن خواهیم بود. متروپول آن روی دیگر سینما رکس آبادان است. دیروز انقلابی های بی اخلاق سینما را آتش زدند تا کشته شدن مظلومانه چند صد شهروند بیگناه را به پای رژیم شاه بنویسند و امروز با تخلف اخلاقی و قانونی دیگری چند ده شهروند مظلوم زیر آوار میمانند تا معلوم شود نظام از اساس اخلاق ستیزانه و ناکار آمدانه بالا آمده است. سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی 14 خرداد 1401 خود بر سر مزار خمینی در 33 سالگرد رهبریش تحلیل خود را درباره انقلاب، نظام و امام ابراز کرد. او در این سخنرانی به شیوه وارونه نمایی چیزهای بسیاری دور از واقع گفت و در مقابل به مهمترین مشکلات مردم ایران کمترین اشاره ای نکرد. در این سخنرانی حتی یک بار از بحران گرانی و تورم فزاینده که بر شانه‌های مردم به شدت سنگینی می‌کند سخنی گفته نشد. در عوض طبق معمول مهمترین کلید واژه سخنرانی رهبری دشمن بود 13 بار. در این مجال به 5 نکته سخنان رهبری اشاره و به اختصار تحلیل انتقادی می‌کنم. نکته اول، خامنه‌ای در مقایسه انقلاب 57 با انقلاب‌های فرانسه و شوروی گفت در این انقلاب‌ها معنویت مقفول بود و هر دو انقلاب بعد از مدتی کوتاه منحرف شدند و مردم را که باعث پیروزی آنها بودند به کنار زدند و عملاً به دوران گذشته برگشتند. اما انقلاب اسلامی بعد از پیروزی هم با انتخابات پی در پی، تکیه مستمر بر مردم و توجه همزمان به جنبه‌های مادی و معنوی انسان جلو رفته است. پایان نقل قول. بررسی. اولا، انقلاب امری دنیوی است که به تغییر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می انجامد. اما اینکه انقلاب چه ربطی به معنویت دارد، حرف بی‌پایه‌ای در علوم سیاسی و اجتماعی است. ثانیا، برخلاف ادعای رهبری، انقلاب 57 در جنبه‌های مادی و رفاهی مردم موفق نبوده و با دخالت حکومت در امور دینی و معنوی در این جنبه هم کارنامه ناموفق داشته است. ثالثاً، اینکه انقلاب 57 ایران برخلاف انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر شوروی مردم را کنار نزده و به دوران گذشته باز نگشته است، کاملاً خلاف واقع و وارونه نمایی است. بسیاری از مردم ایران شبه استالین را در پاستور و روح ناپلئون را در ماجراجویی های سپاه قدس در منطقه به وضوح مشاهده می کنند. رابعا، انتخابات غیر دموکراتیک غیر رقابتی جای برای پوز دادن ندارد. در بسیاری از نظام های دیکتاتوری مشابهان یافت می شود. نکته دوم، رهبری در توصیف کرامات بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت مهمترین دغدغه و نقشه راه امام در این دوران فاصله گذاری میان طرح جمهوری اسلامی
با فرهنگ و قاموس غربی بود. بر همین اساس امام اصرار داشت که جمهوری اسلامی وام گرفته از جمهوری و مردم سالاری غربی نیست، بلکه برگرفته از اصل اسلام است. پایان نقل قول. بررسی: اولا نقشه راه خمینی نه شرقی نه غربی بود، حالان که نقشه راه خامنه ای نه غربی نه غربی است. به عبارت دیگر با انقلاب ایران از زائده غربی بودن در آمد. در دهه اول علاوه بر غرب ستیزی به شوروی آن زمان و چین باج داده نشد. اما در دوران خامنه ای چین و خصوصا روسیه جای سابق آمریکا را در ایران گرفتند. آیا پاستور بدون اجازه کرملین اجازه آب خوردن دارد؟ مثالش همین برجام. خامنه ای حداقل در سیاست خارجی نگاه به شرق، در سیاست خارجی نگاه به شرق از خط خمینی منحرف شده است. ثانیاً اینکه جمهوری و مردم سالاری از کجای اسلام در می آید از حرف هایی است که خامنه ای توضیح نداده است و از مغالطات مشهور نظام است. ثالثاً اگر مراد از جمهوری اسلامی و مردم سالاری اسلامی همین است که در این 40 و چند ساله دارد در ایران پیاده می شود، یقیناً صریحاً نفی جمهوریت، مسخ مردم سالاری، تزویری بزرگ و فریبی تلخ است. نکته سوم، رهبری پرسشی مطرح کرد و خود به آن پاسخ داد. این مکتب و الگویی که امام طراحی و پایه‌گذاری کردند تا چه میزان در زمان امام و بعد از ایشان تحقق پیدا کرده است؟ پاسخ من با اطلاع از حقایق کشور این است که جمهوری اسلامی در همه سرفصل‌ها همچون مردم سالاری، پیشرفت‌های علمی، امور دیپلماسی، اقتصادی و خدمات عمومی موفقیت‌های بزرگی به دست آورده که انکار آنها بی‌انصافی است. البته ناکامی‌ها نیز کم نبوده است، یعنی هم پیشرفت داشتیم و هم ضعف و ناکامی. انتهای نقل قول. بررسی: پرسشی کاملاً بجا و پاسخی غیر کارشناسانه و وارونه نمایی داده شده است. اگر همان 4 محور عدالت، استقلال، آزادی و اسلام را در نظر بگیریم، باید گفت به لحاظ عدالت اجتماعی و قضایی اگر وضع نسبت به قبل از انقلاب بدتر نشده باشد، قطعاً بهتر نشده است. فساد ساختاری و اختلاس‌های نجومی شاهد این مدعاست. به لحاظ استقلال از وابستگی به آمریکا به وابستگی به روسیه و چین مبتلا شده ایم. این کجا و موازنه منفی مصدق کجا؟ به لحاظ آزادی مثل دوران شاه همچنان خفقان، زندان، شکنجه، سرکوب احزاب و تشکل‌های مستقل صنفی و سیاسی و سانسور رسانه‌ها و فضای بسته فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ادامه دارد. به لحاظ اسلامی در حکومت دینی، دین حکومتی البته پیشرفت فراوانی کرده است، اما با رسوخ خوره ریا و درویی و ظاهرسازی ایمان و دین مردم به شدت آسیب دیده است. دیپلماسی و اقتصاد به اصطلاح مقاومتی دقیقاً برخلاف منافع ملی ایران پیش می رود. قاطعانه می توان گفت در 70 سال اخیر سیاست خارجی و اقتصاد ملی ایران هرگز به این ضعیفی نبوده است. شکاف دولت ملت و بی‌اعتمادی عمومی به حاکمیت به شدت تنزل پیدا کرده است. اگر مراد از پیشرفت‌های علمی موشک و پهباد و صنایع هسته‌ای باشد، نادرست نیست. اما اگر هزینه و فایده شود، معلوم می‌شود که آیا با هزینه‌ای که صرف شده نتیجه به دست آمده چقدر قابل دفاع است؟ علاوه سرمایه گذاری در این امور در جدول منافع ملی کشور از کدام اولویت برخوردار بوده است؟ توانمندی نظامی کشور مذموم نیست،
اما به قیمت بی‌اعتنایی به منافع ملی و رضایت عمومی و با وابستگی رو به تزاید به دول خارجی روسیه و چین چه ارزشی دارد؟ مگر ایران قبل از انقلاب قدرت اول نظامی منطقه نبود؟ سقوط نکرد رژیم شاه؟ اگر سیر ارائه خدمات عمومی قبل از انقلاب با بعد از انقلاب به شکل علمی مقایسه شود، وارون نمای خامنه ای آشکار می شود. در مجموع کارنامه جمهوری اسلامی کارنامه قبولی نیست. نظام در رفع حوایج روزمره مردم کاملا ناموفق بوده و نارضایتی عمومی و ناامیدی مردم از نظام سیر نزولی با شیب تند دارد. نکته چهارم، رهبری در توزیع عنوان امید بستن دشمنان به اعتراضات مردمی برای ضربه زدن به کشور ادعا کرده است. در جمهوری اسلامی عامل مردم عامل بسیار مهمی است و دشمنان نخواهند توانست ملت را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند. پایان نقل قول. بررسی: اعتراضات رو به تزاید مردمی در ایران یک واقعیت است. فاصله اعتراضهای عمومی هر بار کوتاه‌تر می شود. میزان نارضایتی عمومی از حاکمیت در تاریخ جمهوری اسلامی در اوج خود است. اینکه دشمنان هر نظامی به اعتراضات مردمی دل ببندند غیر قابل انکار است. اما این ادعا دقیقا مشابه با ادعای شاه قبل از انقلاب است. سید علی خامنه‌ای و محمد رضا پهلوی با منطق واحدی اعتراضات مردمی را سرکوب می کنند. حساب اعتراضات صنفی و شورش‌های خیابانی در واکنش به گرانی افسار گسیخته را باید از تمایل قدرت‌های خارجی جدا کرد. اینکه در جمهوری اسلامی مردم محلی از اعراب دارند ادعایی کاملا واهی است. اگر عامل مردم مهم بود، در انتخابات آزادانه و رقابتی مجلس ریاست جمهوری و خبرگان دیگری بروز می‌کرد. عاملیت مردم در نظام جمهوری اسلامی و در حقیقت جمهوریت نظام با شیبی تند سیر نزولی دارد. امروز اکثریت مردم ایران مقابل نظام هستند. این تقابل را دشمنان اسلام و ایران نساختند. این تقابل عمیق دستپخت حاکمیت جمهوری اسلامی است. به دلیل فریب و خیانت به اعتماد ملی، در باغ سبز نشان دادن و وعده بهشت دادن و جهنم ساختن، گماردن بی سوادترین و غیر مجربترین افراد در پست‌های کلیدی، فساد نهادینه و ناکارآمدی، اینها عامل تقابل است. مطالبات خامنه ای و حاکمیت در تقابل 180 درجه ای با مطالبات ملی قرار دارد. آنچه اکثریت مردم ایران می طلبند به نظر رهبری و بسیاری از فرماندهان سپاه انحراف از خط موهوم انقلاب است. دغدغه اصلی نظام کاستن از رنج مردم و افزایش آبادانی و رفاه عمومی ایرانیان نیست. دغدغه اصلی نظام شکستن هیمنه امپریالیسم و حذف اسرائیل از صحنه روزگار است و برای رسیدن به چنین اهدافی همتش مصروف به دستیابی به سلاح هسته‌ای است. اینکه معلم و کارگر و بازنشسته و کارمند چه رنجی از گرانی و تورم معلول تحریم‌های برخاسته از ماجراجویی‌های منطقه‌ای نظام را تحمل می‌کنند، در سیاست‌گذاری‌های ایدئولوژیک خامنه‌ای هیچ نقشی ندارد. اگر ایشان ذره‌ای در تقابل اکثریت مردم با سمت و سوی نظام تردید دارد، برگزاری همه پرسی عمومی رفراندوم فصل الخطاب است. اطمینان دارم در یک همه پرسی آزاد اکثریت مردم ایران به جمهوری اسلامی نه میگویند. این گوی و این میدان. نکته پنجم، ادعای بزرگ رهبری در این سخنرانی این بود:
امروز گرایش مردم به دین و انقلاب یقیناً بیش از ابتدای انقلاب است. دلیل وی بر رویگردان نشدن مردم ایران از دین و روحانیت و نظام اسلامی، حضور شکوهمند و ابراز احساسات مردم در تشییع جنازه های سردار قاسم سلیمانی و مراجع و فقهای همچون آقایان صافی گلپایگانی و بهجت است که با گرامی داشته هیچ شخصیت سیاسی و هنری دیگر در کشور قابل مقایسه نیست و نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت، دین، جهاد و مقاومت است. رهبر حضور مشتاقانه جوانان در مراکز اعتکاف و اجتماعات عظیم معنوی و همچنین راهپیمایی‌های با شکوه 22 بهمن و روز قدس را نشانه‌های دیگری از وفاداری ملت به راه امام دانست و افزود. نمونه دیگری از ارادت دینی مردم، اظهار شوق و ارادت آحاد مردم از پیر و جوان و کودک در سراسر کشور به ساحت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه در قالب سرودی است که این روزها پخش شده است. پایان نقل قول رهبری. بررسی: این که امروز گرایش مردم به دین و انقلاب یقیناً بیش از ابتدای انقلاب است، وارون نمایی و فرار به جلو است. با قاطعیت میتوان گفت گرایش مردم به دین و حکومتی، انقلاب، نظام و روحانیون حکومتی قطعاً بسیار کمتر از ابتدای انقلاب است. کافی است با حساب سرانگشتی تعداد روحانیون را در دوره‌های مجلس شورا از ابتدا تا کنون مقایسه کنید. البته مردم نسبت به خدمت نظامیان در دفاع از مرزهای ایران، در مقابل تهاجم صدام و نیز تعرض داعش قدرشناس هستند. اینکه یک سردار ایرانی توسط رئیس جمهور زیاد طلب سابق آمریکا برخلاف مقررات بین المللی ترور شود، مردم با شرکت در مراسم تشییع جنازه او انزجار خود را از اقدام شنیع ترامپ ابراز کردند. این را نمیتوان به عنوان دفاع از نظام مصادره کرد. آری، زمانی که رهبر جمهوری اسلامی انشاءالله دار فانی را وداع کند، میزان شرکت مردم در تشییع جنازه او را میتوان یک سره به پای نظام گذاشت. مراجع و فقهای مستقل هنوز مورد احترام مردم هستند. هر دو مثال زده شده توسط رهبری از این دست هستند. اقبال مردم به آنها هیچ ربطی به نظام و رهبری ندارد. اگر نظر مرحوم بهجت درباره ولایت فقیه و نظام مستنداً منتشر شود، که با امید خدا چنین خواهم کرد، واضح می شود که رهبری چقدر از اعتبار ایشان سوء استفاده کرده است. آخرین مصاحبه مرحوم صافی گلپایگانی بیان حرف دل مردم ایران درباره ریشه گرانی، یعنی سیاست خارجی بود. شرکت مردم در تشییع جنازه ایشان هیچ ربطی به خامنه‌ای و نظام ندارد. اما ادعای ما قبل آخر رهبری در این قسمت هم حرفی کاملا بیپایه است. کافی بود امکان آزادانه تشییع جنازه امثال محمد رضا شجریان، خواننده ملی کشور، فراهم میشد تا سستی ادعای رهبری در مقایسه گرامی داشت شخصیت‌های هنری و سیاسی با روحانیون و سرداران واضح میشد. اختلاف اعتکاف و راهپیمایی‌های حکومتی نشانه تظاهر به دینداری هست، اما نشانه ایمان و دینداری به حساب نمی آید. مراد خامنه‌ای در بخش اخیر سخنانش سرود سلام فرمانده است. این که این سرود فاشیستی بند تنبانی به عنوان شاهد وفاداری مردم به نظام از سوی رهبری آن آورده شده، نشانه ابتذال هنر در جمهوری اسلامی و سستی دعوی رهبری آن است. اما خاتمه، کلامم را با اشاره‌ای به سه آقازاده به پایان می‌برم: رضا، آقازاده محمد رضا شاه مخلوع، سید حسن، آقازاده سید احمد خمینی متولد مرقد امام، و سید مجتبی، آقازاده مقام رهبری. زمانی سخن شاهزاده پهلوی مسموع می شود که سیاست‌های پدرش را نقد کند، از آن راه و رسم تبری جوید و ثروت‌های غارت شده مردم ایران را به آنها پس دهد. شعار رضا شاه روحت شاد
واکنش خشمالود اندکی از شهروندان نسبت به سیاست‌های ایران ستیزانه نظام جمهوری اسلامی است که از سوی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور بزرگ نمایی می شود. راه رهایی ایران ارتجاع به نظام سلطنتی و سرکار آوردن بازمانده خاندان پهلوی نیست. متولی مزار بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز باید نسبت خود را با عملکرد پدر بزرگش مشخص کند. یک خمینی برای تاریخ ایران کافی است. بازگشت به دوران به اصطلاح طلایی امام ارتجاع دوم است. اگر قرار است نظام آخوندشاهی موروثی شود و آقازاده خامنه ای جانشین او شود، اولا باید استرجاع گفت. ثانیا حداقل این عدول از خط به اصطلاح امام است، علارغم تمایل سید احمد پدرش بدعت موروثی شدن نظام آخوندشاهی را از خود به جا نگذاشت. راه رهایی ایران کنار گذاشتن سه خانواده پهلوی، خمینی و خامنه‌ای از سیاست است. ایران هوای تازه می‌خواهد. شاه و آخوند و سردار موانع راه ملت ایران بودند. یک سالاری سلطنتی، استبداد دینی آخوندشاهی یا حکومت نظامی سرداران سپاه نسخه غلط پیچیدن و آدرس غلط دادن است. آینده ایران با نجات کشور از نظام جمهوری اسلامی، همه پرسی عمومی برای انتخاب نظام جدید، انتخاب مجلس مؤسسان برای نگارش قانون اساسی جمهوری دموکراتیک سکولار رقم می‌خورد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.